به نام خداوند بخشاینده و مهربان. درود و سلام خدمت شما عزیزان. هدایت به پلیس باوقار افغانستان. وقت موتر شیشه سیاه و افلنجا را توقف می دهید، به دریور و مالک آن امر کنید تا شیشه های موتر خود را با دستان خود پاک نماید و آشغال آن را در داخل موتر خود انتقال دهد. انرژی و نیروی شما نباید در پاکاری آشغال و کثافت افراد قانون شکن، زورگو و جنایت پیشه ضایع گردد. این در حالی است که امرالله صالح در یک اقدام دیگر قبلا به جمع‌آوری موترهای پلیس گام برداشته بود. مسئولان وزارت امور داخله از جمع‌آوری نزدیک به 40% وسایل نقلیه این وزارت که در اختیار رجال برجسته و افراد زورمند قرار داشت خبر داده میگویند. روند جمع‌آوری تمام امکانات پلیس از نزد اشخاص و شخصیت‌هایی که منصوبان این وزارت نیستند همچنان ادامه دارد. مسئولان این وزارت استفاده از ملکیت‌های وزارت امور داخله را توسط افراد غیر وابسته به نیروهای پلیس غیر قانونی دانسته میگویند. طبق هدایت تازه این وزارت، هیچ ملکیت این وزارت نباید در اختیار زورمندان، رجال برجسته و یا نهادهای دیگر قرار داشته باشد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، روز شنبه 15 جدید در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت: از آغاز روند جمع‌آوری موترها و سربازان پلیس که به گونه خدمتی نزد شماری از مسئولان حکومتی قرار دارند، 200 واسطه نقلیه جمع‌آوری شدند و این روند همچنان ادامه دارد. آقای رحیمی افزود: طبق هدایت تازه رهبری وزارت امور داخله، هیچ واسطه نقلیه و یا سرباز پلیس نباید نزد افراد و اشخاص غیر وابسته به این وزارت قرار داشته باشد. محمد رادمنش، نظامی پیشین، در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت: افرادی که این واسطه های نقلیه را در اختیار دارند از آن سوء استفاده می کنند و در برخی از موارد می توانند نیروهای دفاعی را با آنچه آنان تصمیم می گیرند به چالش بکشند. آقای رادمنش افزود: استفاده امکانات دولتی از سوی افراد زورمند منجر می شود که صلابتی را که نیروهای نظامی مطابق به قانون دارند زیر سوال برده شود. وزارت امور داخله با آنکه طی یک سال گذشته نتوانسته از وسایل نقلیه نیروهای خدمتی و امکانات دیگر این وزارت را از نزد آنان جمع‌آوری کند میگوید: مشخص نمودن فهرست و مشخصات واسطه های نقلیه و سربازان خدمتی سبب کندی روند جمع‌آوری این امکانات شده است. معاون سخنگوی وزارت امور داخله همچنان گفت: شماری از افراد و اشخاص نمیخوان آن را از امکانات وزارت را که در اختیارشان است دوباره تسلیم کنند. اما در مورد این افراد زورگو وزارت امور داخله به زودی تصمیم خواهد گرفت. با این حال استفاده از وسایل نقلیه و امکانات نیروهای پلیس توسط افراد غیر وابسته با وزارت امور داخله در کنار این که غیر قانونی است میتواند نظم عامه را نیز مخدوش بسازد. سوء استفاده از این امکانات می تواند سبب دزدی های مسلحانه و اخاذی های غیر قانونی به نام منصوبان وزارت امور داخله شود. بیش از 300 واسطه نقلیه و شماری از نیروهای پلیس در حالی که به گونه خدمتی در اختیار شخصیت های پرنفوذ و افراد زورمند قرار دارد که کمبود امکانات و نیروی رزمی در جبهات جنگ در برابر گروه های تروریستی از چالش های جدی نهادهای امنیتی و دفاعی کشور به شمار می آید. تشکر از توجهتون. تا درود دیگر. بدرود.